آقای برزین، قانون فعلی استفاده از سلاح برای ماموران پلیس مربوط به سال 73 است. کمی بیشتر در رابطه با این قانون برامون توضیح میدید؟ بله، ببینید، اینکه یک مامور پلیس کشته بشه طبعا امر محکومیه، اما این نباید ارتباط داشته باشه با قانون نحوه به کارگیری سلاح. این قانون در سال 73 تصویب شده، به طور کلی ضوابط تیراندازی نیروهای مسلح بر مردم رو هنگام برخورد، هنگام تظاهرات و غیره را پیش بینی کرده. خب در نوع خودش گرچه ضعفایی داره، ولی به هر حال به نحوی امنیت مردم رو تضمین میکنه و این اجازه رو نمیده که نیروهای مسلح به صورت دلخواه بتونن به سوی مردم شلیک کنن. الان در حال حاضر چه شد که به ناگهان خواستار تغییر این قانون شدن و اگر این قانون تغییر بکنه در حقیقت چه اختیاراتی رو به ماموران نیروی انتظامی میده و خود ماموران خواهان چه اختیاراتی هستن؟ بله، ببینید، خب قانون در سال 73 تصویب شده، رفته رفته برخورد مردم با نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده، به خصوص در تظاهرات ها، و پیش بینی میشه این برخورد ها هم بیشتر از این بشه. خب به هر حال آقایون به این فکر هستن که قوانینی که میتونه دست و پاگیر باشه رو بتونن حذف کنن. خب در اون قانون اشاره شده که اولا تیراندازی باید در مواقع ضروری باشه، دوما مراحلی داره، تیر هوایی، تیر کمر به پایین و بعد تیر کمر به بالا، و اون هم گفته شده تیراندازا باید آمادگی روانی و فیزیکی لازم رو داشته باشن و این آموزش‌های لازم رو دیده باشن. خب ما در تظاهرات‌ها به خصوص مثلا در 98 شاهد بودیم که بیشتر کشته شدگان در آبان از ناحیه سر یا قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. خب در صورتی که اگر می‌خواستن این قانون رعایت بشه، شخصی که می‌تونه به مستقیم به سر یکی شلیک کنه حتما هم می‌تونه به پای اون شلیک کنه. بنابراین در این قوانین آقایون فکر میکنن که مواردی هست که اختیاراتشون رو محدود میکنه، از طرف دیگه باعث میشه که بعد از تیراندازی دردسرهای حقوقی برای اون مامورای تیرانداز به اصطلاح ایجاد بشه. بنابراین به نظر میرسه که در صدد حذف اون محدودیت ها و اون دردسرها برای نیروهای مسلح هستن، و یا شاید میخوان یه اطمینان خاطری به نیروهای مسلح بدن که خب بعد از اصلاح قانون راحت تر بتونن که شلیک کنن. در حقیقت در رابطه با همین اصلاح قانون، برخی میگن که نیروی انتظامی خواهان اینه که پس از استفاده از سلاح مورد بازجویی های قضایی قرار نگیره. چقدر این ادعا درسته؟ بله، خب ببینید، در بعضی موارد پرونده های تشکیل میشه از طرف اولیای دم، یا اگر شخص مجروح شده باشه از طرف خودش میره در دادگاه های نظامی. خب گرچه که در بعضی موارد دادرسی عادلانه بوده، طرف تیرانداز محکوم شده، ولی این محکومیت ها خیلی درصد پایین پرونده های ورودی به دادگاه ها با این موضوع رو داشته، یعنی در اکثر موارد هم مسئله به اصطلاح به نفع نیروهای مسلح تمام شده. ولی با این وجود این هم یک بار مالی داره برای نیروهای مسلح، چون در مواردی که میگن اشتباه شده باشه باید خسارت رو خود نیروهای مسلح بده. از طرف دیگه خب به هر حال به نوعی نیروهای مسلح مجبور میشن درگیر یه پروسه حقوقی در دادگاه ها بشن. خب میشه گفت که این استدلال درسته و با اصلاح قانون اینها میخوان که پاسخگو بودن در مقابل قانون رو پایین بیاورن. ممنونم از توضیحاتتون. موسی برزین، حقوقدان از آنکارا، همراه ما بودید.